چرا همچین کردی خانم؟ آقا صدا میره به در همسایه، فکر میکنم با کافر دیوار به دیوار شدن. حرفا خارجی میذاری یا چهار دیواریه اختیاریه؟ به کسی چه ربطی داره که ما داریم چی گوش میدیم؟ بعدم کف نمیگه بیچاره که داره آواز میخونه. شما اصلا به شعرش گوش کردی؟ میگه تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی، قباحت داره. خانم این پری یه پری آسمونیه، چی بهش میگرد؟ یه چیز عرفانیه دیگه. بطه این که گناهش بیشتره. حالا کجا داری میرین این وقت شب؟ یه سر میرم رستوران، بعضی وقتا که نیستم کارگرا با مردم خوب تا نمی کنم. خب خانم دکتر کاری نداری؟ مواظب خودتون باشین آقا جون. تو هم مواظب نوه من باش. چشم، به سلامت. خداحافظ. زور برگردین آقا. مادر بیا این پارچه ها رو نگاه کن ببین خوشت میاد. برای بچه‌م لباس بدوزم. خوبه، خوشت میاد از زن؟ چه عجله خانم جون، حالا کوتا این دنیا بیاد. قربونت برم، چشم هم بذاری میبینی دور حوض داره میدوه، صدای در همسایه هم در آورده. من یه چیزای دیگه هم براش خریدم، بذارم اونا رو هم بیارم نشونت بدم. قشنگه خیلی، دستتون درد نکنه. قربونت برم. سیمین خانم دو سه روز حواست پرت، درس نمیخونی یا از خواهرت یاد بگیر؟ خوندم. شما کجا میدونی نخوندم؟ شهرزاد. بله. میگم حالا که بابا رفته بیا یه سر بریم خونه شما ببینیم بتول خانم چی کار داشت میکرد. ها سیمین ولکن نیستی ها؟ یه سیب پوست بگی برای آبجیت. بابا خدا من خودم دیدم یه چیزی داشت میریخ توی آب قندت. به فرضم که درست دیده باشی نریخ که. بابا ولی میخواست بریزه، شاید اصلا بعدا بریزه. گناه داره خودم... سر بند خدا اینجوری حرف میزنی یا زن خوبیه بتول خانم؟ پاش برو در آب کن. من خودم در رو باز میکنم. حتما آقا قباده. قباد؟ امشب محاله. ولی حالا میگم اگه اومد بیا با ماشینش بریم خونه شما تتوشو دراریم. ها قصه جنایی بنویس تو بزرگ شدی سیمین. شهرزاد مادر جون بیا اینه بنداز رو دوشت دم در. یکی از همکلاسیات اومده میگه کار مهم باهات داره. من؟
آره این وقت شب. سلام شهرزاد خانم، خوبی؟ من مریم هستم. یه بار قبلا همدیگر رو دیدین، نامزد بابک. بابک دوست فرهاد. بله خوبی؟ بله ببخشید. سلام شهرزاد خانم. سلام آقا بابک، حالتون خوبه؟ منو به جا آوردین؟ بله. چی شده؟ برای فرهاد اتفاقی افتاده؟ نه نگران نباشین، من و بابک اومدیم که یه پیغام از طرف آقا فرهاد بهتون برسونیم. فرهاد گفت این کاغذو بدم به شما. سلام. بابک هستن، نام زدم. بله خوش اومدین، بفرمایید. شهرزاد جا مادر تعارف کن، دوست تو نامزدشون بیان داخل. خوبیت نداره جلو در. نه متشکرم، دیر وقته، مادرم هم کمی مریض احوالن، ایشالله بمونه برای بعد. باشه هر جور راحتی. خیلی ممنون. فرهاد گو بهتون بگم خیلی حیاتیه. یه خانومی تیر خورده، به دلایلی نمیتونیم ببریمش بیمارستان، اگه شما نیاین امکان داره بمیره. خانم جون من باید برم خونه مریمینا امشب. تنهایی میخوای بری این وقت شب؟ مامانش حالش به هم خورده، از بیمارستان رفتن میترسه، دستشون به هیچ جا بند نیست موقع شب. صبر کن سیمینم باهات بیا. آره من میام. تو کجا؟ مگه مدرسه نداری فردا صبح؟ خانواده مطمئنی، نگران نباش. از همان زمانی که شما زندگی با فرد دیگری را به زندگی با من ترجیح دادید، به اقتضای اخلاق و شرع و عرف با خودم عهد کردم دیگر هرگز مخل و مصدی اوقات شما نشوم. اما از آنجا که اکنون پای مرگ و زندگی یک انسان در میان است، ناگزیر به شکستن عهد خود شدم. یقینا اگر جز شما فرد قابل اعتماد دیگری در دسترس بود، دست یاری به سوی عروس خانواده دیوان سالار دراز نمی کردم. گیرم روزها و روزگاری سپری شده است و ما دیگر نان کودکان دیروزین هستیم، اما مطمئنم مرام نودوستی در وجود شما تغییر نکرده است. شهرزاد خانم بفرمایید. چطور حالت؟ سلام. این بنده خدا رنگش عین میت شده. میشه کارش کرد؟ باید میبردیم بیمارستان. گلوله بافت عضلش رو شکافته، ولی فکر نمی کنم خیلی عمیق رفته باشه. سعی خودم رو میکنم ولی کمک میخوام. من هستم. بهتره یه خانوم باشه. من میتونم. نه این قش میکنه. بابک اسمشون چیه؟ رویا. نه آزر. رویا یا آزر؟ آذر خانم صدای منو میشنوی؟ من داروی بیهوشی ندارم، باید زخمتو باز کنم بخیه بزنم، خیلی درد داره، میفهمی چی میگم؟ رطبشو بیاریم پایین، بخشین آبو من میتونم استفاده کنم. من نباید الان اینجا باشم، من هنوز پزشک نیستم، اصلا حق این کارو ندارم، این کار من اصلا قانونی نیست. انسانی که هست؟ اگه زنده نمونه چی اون وقتی که انسانی هم نیست؟ مسئولیتش با من. تخت و یکم باید بکشیم چلو.
ببنده اگه میشه چند تا ملافه و حوله تمیز با آب جوش برای من بیارم. من الان میارم. مریم بیا کمک. چه اینجوری نگاه میکنید؟ منم چیز زیادی نمیدونم. جوری نگاه نکردم. چیزی میدونستین من نمیخواستم بدونم. واقعا اگه هر کسی دیگه یه همچین چیزی از من خواسته بود. فکر میکنم بهتره دیگه شما بریم بیرون مریم خانم بیان. چشم. مریم خانم کیف آذر خانم برای من میاریم. بله کیف آذر میخوای چی کار؟ کلید خونهش رو میخوام بهش قول دادم بچه شو برش بیارم. سویچ ماشین محمده بیا. آقا فرهاد کیفی امروش نبود. حتما تو ماشین جام. مریم خانم بخشید کاری با من نداری. میخوای منو باید بیارم؟ نه تو همینجا پیش خانم آمونی بهتره. مراقب خودت باش. قیچی ها و پنسه رو همه رو باز کن بگیر رو چراغ زده و فونی بشه. تمیز و فردا بازار تو دهنش بودو. از اون طرف رو دستاشو بگیر. بهت علامت میدم. خب آماده. بیهوش شده نگران نباش میتونی حوله رو دراری. تا من بخیش رو میزنم برو بالا ببین لباس چیزی میتونی براش پیدا کنی. بیا این رو ببر. چیه؟
چی شد؟ گلوله رو در آورد. خدا رو شکر. دستت چرا خونیه؟ چیزی نیست، کمک کردم. بابک لباسش پر پرو خونی شده، احتیاج به لباس تمیز داره. خب میخوای برو بالا تو اتاق مادر ببین بین لباسای چیز مناسب پیدا میکنه برایشون. بیا مریم. آه. تو خودت خوبی؟ آره خوبم. امشب واقعا تو زحمت افتادی. چیزی نیست. گله گراز هم پا میندازه، چه برسه به این تفلک. دیر اومدی، زودم میخوای بری؟ مگه ما شلیم، ولیم، خریم، ملنگیم؟ چرا ما رو نمیبری پیش ننه یه فلان فلان شده؟ چیه؟ چی شد؟ نطقت کور شد؟ دندون ماسمایه کردم؟ اونام نباشه کسی رو دستت بلنشه! نام از سب ما خودمونو یه شهر! چند سالته؟ ده. کلاس چند نمی؟ میرم پنجم. درست هم خوبه؟ بله. باریکل مادرت به داشتن بچه مثل تو افتخار میکنه. کنم فراده از تنت آوردم بیرون، تبتم داره میاد پایین، خیلی نشونه خوبیه. پسرم دردت به جون قربونت برم جون. همونطوری که خواسته بودی آوردمش. خیلی نیومد غلام؟ نه مطمئنم نیومد. بیکار نمیشه. نه تو بهتره فعلا به چیزا فکر نکنی. مادر گریه نکن عزیزت. دستت چی شده فراد؟ با خودت چیکار کردی؟ چیزی نیست. چیزی نیست، داره خون میره ازش. شلو باشه مامان، باید ضد عفونی بشه. چی شو؟ چیزی نیست، بیخوابی. شاید به خاطر حاملگی تونه.
کار میکنی؟ چرا از جات بلند شدی؟ ما باید بریم، دیر یا زود ردمون رو میگیرن، همه چی به باد میره. میتونه حرکت کنه؟ من کمکش. خیلی ضعیف شده، مواظب باشه خونریزی نکنه. باید بریم همین الان. کجا؟ کسایی رو میشناسم که کمکمون میکنن، میدونم کجا باید بریم. میخوای منم با اتون بیام؟ نه، فقط فرهاد. ممنونم، از همه ممنونم، ولی از امشب بهتره نه شما ما رو بشناسین نه ما شما رو، اینطوری برای همه بهتره. نگران نباش، یه طوری سوارشون میکنم کسی شک نکنه. پس شهرزاد خانم چی؟ یه تاکسی کرایه براشون میگیرم، خودم هم همراهشون میرم. نگران نباش. آقا فرهاد. بله. این کت شما نیست؟ ممنون. اصل هر یادتون رفت. اصلا نمیدونم چی بگم. شاید اگه من بودم قبول نمیکردم. همیشه اونطوری نمیشه که ما فکر میکنیم. خداحافظ. حالت خوبه؟ خوب. اینجایی که الان داریم میریم کجاست؟ نپرس. همیگه نپرس، نپرس، نپرس. از دیروز نپرس. از اینکه آذرکی رویاکی نپرس. از اینکه چرا باید این همه دروغ میشیدم نپرس. از اون تیر اندازی، از اون مردی که ممکنه مرده باشه. شدم این کورا توی یه رای پر سنگلاخ. این میرم و میخورم زمین، دوباره بلند میشم، دوباره راه میافتم. به وقتش میگم بهت همه چی، قول میدم، اما نقدن هرچی کمتر بدونی بهتره، کم خطرتره. تازه من که دیشب بعد از اون حادثه به تو گفتم برو، خودت اصرار داشتی بموندن. میتونستم برم؟ میدونم این بازی آخرش قربونی داره، نمیخوام گوش قربونی تو باشی. نمیفهمم قربونی چی دیگه؟ نپرس. ما اینجا پیاده میشیم، تو سری برو. تو نری، ما جامو تکون نمیخوریم. اگه جون ما برات مهمه برو، پشت سرت هم نگاه نکن. ولی این منصفانه نیست یه آدم اینه به سوال تنها بذاری و بری. گفتم که به وقتش جواب همه سوالاتو میگیری. پاشو مادر، پاشو باید بریم.
کوچیک. رنگ به روخت نمونده، یه چیزی بخور. ممنون، بذار همینجا. کجا بذارم؟ همینجا. بتول خانم؟ بله. آقا بابت تلفن نکرده دیشب تا حالا؟ نه خیر. خیلی خوب، من میخوابم، بیدارم نکن تا هر وقت خوابیدم. بله چشم. بریم هاشم خان. شما کجا؟ یه ها گفتم با شما بیام برم بازار، یه چهار تا قلم خورد و خوراک و خرت و پرت تو خونه باشه ضرر نداره. کار این پسری بی حساب کتابه، فردا پس فردا ناغافل یه ها میگه عروس خانم پشت در سفره عقد و پنگ کنید. فعلا عروسی تو را نیست، شما خیال تخت باشه. چطور؟ همینطوری. شما همینطوری حرفی نمیزنی، حتما یه چی شده؟ هیچی نشده. خوبه والا، شما از ما بهتر و ما بیخبرون. پدر و پسر پچ پچ، مادر بیچاره هچ هچ. نقل این حرفا نیست مرضیه، من رد دختر رو گرفتم، قواره خانواده ما نیست که، پودش به تار ما نمیخوره. به فرهادم گفتم، گفت قبول. به همین سادگی؟ به همین سادگی. هاشم خواهی یه دقیقه واسو. عجله دارم، دیرم شده. وایسا کارت دارم. خب من میخوام بدونم این دختری که میگه قد قواره ما نیست، واقعی چشه که قد قواره ما نیست؟ خدای نکرده مریضی داره؟ حالا فرهاد خودش میاد بهت میگه لابد. پس به خاطر همینه که فرهاد دیشب مونده خونه دوستش، لابد با شما قهر کرده. بچه هست مگه قهر کنه؟ خیلی خب، پس من میام ببینم این اصغری در به در چرا هرچی زنگ میزنم جواب تلفنم نمیده. اصغری رو چکار داری شما؟ مادر بیچارهش چند شبی زنگ زد، گفت یه خورده نصیحتش کنی سر براشه، صبح که بیره حجره اقلا شبا بره اکابر سواد یاد بگیره. خب اگه اینه که من خودم نصیحتش میکنم، شما باش خونه، اگه فرهاد اومد یه خورده بچه خودتو نصیحت کن. خدا آخر عاقبت هممون رو به خیر کنه، آمین. از قریه در به در. سلام. چرا در حجره بسته هست؟ آقا گلاب بروتون. آقا از دیشب تا الان بیرون روی دارم بد جرو. آقا اینو شلنگ آب. آقا بیادبی. آقا با این حالت خوش نبود میموندی خونه؟ آقا اومدم بهتون بگم برم، اومدم به مرزی خانوم بگم، بعد گفتم آقا اصغری در بدار چه کاریه، مرزی خانوم جنس لطیفه، گفتم به شما بگم. آقا مرضیه خانم چی بگی؟ آقا خدا نصیب دشمن آدم نکنه. آقا مثل فیلم تو سینما بود، ما یه بار رفتیم تو سینما این شکلی بود آقا، فیلم دیده بودی میدونم، باز مرده زنده میمد به شما خبر میدادم آقا. ولی به خدا از دیشب تا الان دست به آب بودم، تا همین الان همه زبونم تته پته شده آقا، نرم بساتم به و ماست و این همه حرف زدی اصل مطلبو نگفتی. اصلش آقا، اصلش هاشم خان، شما از آقا فرهاد چه خبر دارید؟ چطور مگه؟ میداد میداد. از دیشب تا الان خبر ندارم، گفت میره پیش رفیقش بابک. اتفاقی افتاده؟ آقا مطلب از این قرار آقا،
ما بهم دست با بیایم سیر تا پیازش براتون تعریف کنیم. آشقا بله بفرمایید. سلام هاشم خان. سلام کوفرهاد. من از صبح ندیدمش، در جریان نیستم. ببین شعر تحویل من نده، زنگ زد گفت دیشب اینجا بوده. دیشب بله خسته بود تخت خوابید، صبح خروس خون نشده رفته بود. خیلی خوب، از دیروز چیزی نگفت بهت؟ با کی بوده؟ با کی میره؟ با کی میاد؟ تنها بود چیزی نگفت. ببین اگه اتفاقی برای فرهاد من بیفته یه پای تقصیرم شما هستینا. شما یعنی من هاشم خان؟ تو هم سال تو زبون سرخ شما نبود، پسر منم الان سرش به کار خودش بود. یعنی بچه آدم نشسته بود تو حجره من داشت چرتکشو مینداخت. ببخشید هاشم خان، مادر منم اتفاقا معتقده اگه من روزنامه چی شدم تقصیر فرهاده، وگرنه منم الان تو دواخونه داییم داشتم معقول حب اسب و وبا میشمردم. چی میگفتین یارو؟ این چه طرز حرف زدنه؟ یارو یعنی چی؟ پدر فرهاد بود. بابک؟ بابای فرهاد بود؟ چرا تعارف نکرد بیاد یه چایی بخوره؟ دیدی که وضعیتشو، توپش خیلی پر بود. چرا مگه اتفاقی افتاده؟ نه چیز خاصی نیست، یعنی اگه لازم باشه خود فرهاد توضیح میده. خیلی خوب، پس اون اخبار مربوط به تئاتر و سینما اگه آماده شد بیار منم یه نگاهی بهش بندازم. به دادم برسیم، طفل معصوم منو بردن، بچه رو بردن، دزدان، قاتلا، بدبخت ننش الان بچه رو برم خدا تومن. اومدن خواهرزاده این غلام شردست رو دزدیدن از تو خونه. این هم از دیشب تا حالا آشوب کرده. رحمشون نمیاد به ننه مادر مردش رحم کنه. کی دزدیده؟ چه بدونم، لابد یکی که باش دشمنی داشت، یکی لنگه خودش. چه ساعتی از شب بود؟ چه میدونم حدود 4-5 صبح. بابا یه دقیقه ساکت چی؟ ساکت چی عزیز محسا؟ مادر بچه کجاست؟ چه میدونم، اونم از دیشب تا حالا خونه نیومده. اونم نیومده، نکنه بلا ملا سرش بیارن. سرش بیارن آبجی چی شده؟ نه ترس، منم. سیمین اینجا چی کار میکنی؟ از مدرسه یه راست اومدم اینجا، به خانم جونم تلفن کردم از همینجا. این همه راه هم مدرسه پشت اومدی اینجا؟ آره دیگه، همه راه هم دویدم. بتول خانمو به بهانه فرستادم بیرون. پاشو تا برنگشت. چرا؟ پاشو بریم اون گرده که میخواست پرز تو قنده تو پیدا کنیم دیگه. ول کن بابا سیمین، بگی بخواب تو هم. اشتباه میکنی سیمین، محال ممکنه. بابا به قرآن مجید من با چشای خودم دیدم. کو پس کجاست؟ چه میدونم، میگم شاید قایم کرده تو اتاقش. ها بریم تا نیامده بگردیم. این چه حرفیه؟ نه خیر، به جون خودم راست میگم. میدونم راست میگی، میگم اون چیزی که دیدی شاید چه میدونم گرد قوتوی لیمونانای چیزی بوده. خب پس چرا یواشکی ریخته؟ چرا پشیمون شد بعدش؟ میدونه من از این دکتر علفی ها خوشم نمیاد، شاید نخواسته من بفهمم.
بله. سلام قباد. کدوم حالم رو میپرسی؟ خوبیم، من و بچه خوبیم. دیشب؟ چطور؟ دیشب هیچی، دیشبم گذشت. خونه یه دوستی تمرین پزشکی میکردم. نمیشناسی مریم از همکلاسی های دانشگاه، مامانش مریض بود. قباد شب خونه خانم جون آقا جونم خیلی سخته. اتاقا تنگم میاد، دیوارا انگار راه میفتن طرفم. اینجا هم همینه، تنهایی هر جا باشی سخته. میدونی انگار هنوز گیجم، اصلا گیج اینم که ماها کجا وایسادیم، تو کجایی، من کجام، شیرین کجاست. خب لیوانو هم 10 دقیقه سرد و گرم کنی ترک برمیداره، جون آدمیزاد که جای خود داره. باش خیلی خوب، بعدن حرف میزن. سوال احمقانه یه، ولی خب تا هفته دیگه که قرار نیست بیای خونه. نه باش، خداحافظ. آبجی پیداش کردم. نگاه کن ببین، قایمش کرده بود پشت شیشه های سرکه و آبقوره. ببینم، من اگه جای تو بودم یواشکی میریختم تو چای خودش بخوره حالش جا بیاد. من که هرچی میگم که شما باور نمیکنی. حالا اون موقع پشیمون شده، ولی هم که قایمش کرده معنیش اینه که دنبال یه فرصت میگرده که این کارو بکنه. سلام. سلام برات. تو معلوم از کجایی؟ من نگرانی تلف شدم. نه دفتر روزنامه اومدی، نه رفتی اجره. عوضش رفتم ماشین پدرزن آینده تو دخترش تحویل. اونو خبر دارم، نگران خودت بودم رفیق. دلم خون رفتن ندارم مابک. من که اینجا متعلق به خودته. من میگم فقط فردا بابا دوباره نیاد دفتر بریز رو سرمون. پیغون فرستادم یکی تا شب پیشت میمونم. الانگی تو نخواهی. چرفی رفیق، خوش اومدی. خیلی خوش اومدید برمون، ممنونم. بفرم 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 آقای دماوندی. این خانم رویامی مطلب تازه شعر جدید چیزی نیاورده؟ یه ستون خالی داریم، گفتم شاید بشه با اون پرش کرد. نه هنوز، ولی فکر کنم دیگه نهیر. چی شد پس؟ نکنه اونم درگیر خانواده و شوهر و بچه شد؟ واسه همینه که شاعر نویسنده زن اینقدر کمه، کوه استعدادن، اما بعضی ها پشتکار صفر. شاید فراد. بله. حالت خوبه؟ آره. خب پس بجوام، چی شد اون مطلب شعر بهتر است یا نان؟ باشی روش کار میکنم، سعی میکنم تا زور آمدش کنم. ببخشید با آقای دماوندی کار داشتم. دماوندی بیز دوم. ممنونم آقای. بفرمایید. سلام آقای دماوندی. سلام. شما اینجا چیکار میکنید؟ باید با من بیاید. دیگه نه، بار فرق داده. موضوع درباره آذر خانومه. فراد. ها کی بود؟ یاشتو. همون
لطفا اینو ببندی به چشاتون، سرتم بذار روزانو. اگه نبندم مجبور میشم همینجا با شما خدافظی کنم. باش اینجا پله است. منتظر باشید اینجا. روز بخیر جناب دماوندی. جناب اسفندیاری، فکر نمی کردم دوباره هم دیگه رو ببینیم. اینجا نقطه پایان داستانه و شما بیان که بدونید کمکی بسیار بزرگی به ما کردید. بازیگر آماتور پرده رو بی‌موقع انداخت، در واقع جاسوس ناشی خودش اسباب آشکارگی خودش شد. گرچه افسوس کمی دیر که اگه زودتر بود این تعداد از همرزمای ما میوه درخت اعدام نمیشد. پس اون مردی رو که آذر کشت همونی بوده که شما پیش بودید، درسته؟ فکر میکنم باید حالا فهمیده باشید. آذر خانم مأمور شما بود برای حرف کشیدن از من. جاسوس گمان میکرد که شما اونو میشناسید و دیر یا زود اسمش رو آشکار میکنید. از وقتش بود که سر بکشت از لاکش برای کشتن شما. برای همینم بود که ما صاحب سایه دنبالتون بودیم. قضیه رو جور دیگه هم میشه دید جناب اسفندیاری. من تومه بودم برای شکار جاسوستون. اینقدر بدبین نباشید آقای دماوندی. اگر الان اینجای درازهای مگو رو میشنوید به خاطر اینکه ما شما رو از خودمون میدونیم، وگرنه چه دلیلی داشت که شما رو به مخفیگاه خودمون بکشونیم؟ حالا یه درخواستی ازتون دارم. اگر احتمالاً شهربانی سراغتون رو گرفت، به کل انکار میکنید شناختن زنی به اسم آذر رو. پس آذر خانم الان اینجاست. فقط یه ملاقات کوتاه. حالت خوبه؟ خوبم خانم دکتره، کارش خوب بلد بود. آره اون کارش تو خیلی خوب بلده. چرا نگام نمی کنی؟ چون نمیدونم با کی دارم حرف میزنم.
آذر یا رویا، کدومشون تویی؟ کدوم تصویر باید باور کنم؟ زنی که غزل میگه با همه احساسش، یا زنی که با قساوت تمام اسلحه میکشه؟ کدومشون؟ اگه با قساوت اسلحه نمیکشیدم الان هر دو اون دنیا بوده. آره، ولی رویا کجا بود وقتی آذر داشت اسلحه میکشید؟ رویا با تو شروع شد. یه چند وقتی رو باش زندگی کردم و خوش بودم، همون چند سباهی که برات رویا شده بودم که حرف بکشم از زیر زبونت. اما ته تهش من آذرم، زن یدی، بیوه اندر بیوه، امان از این آذر، امان از این آذر لامصب. تو زندگی چیزی بدتر از این نیست، اونی که باعته نبتونی عوضش کنی، نبتونی ترکش کنی. آذر تو وجود تو همچی چیزیه. وقتی اونجوری خودتو به در و دیوار زدی که زندگیمو نجات بدی، وقتی بچه همو آوردی، فکر نمیکردم اینجوری ازم متنفر باشی. تنفر نه، تأسف، هم برای خودم هم برای تو. من بهت قول داده بودم نگفته چیزی رو نذارم، سر قولم هم وایسادم. آسون نبود راضی کردن اسفندیاری واسه اینکه تو رو به این مخفیگاه بیارن. میخواستم قبل از رفتن ببینمت. ما رو میبرن یه جای دور، نمیدونم کجا، اونور آب، شوروی شاید، قبل از اینکه دست حکومتی ها به هم برسه. شاید اگه بمونی راهی باشه. چه راهی؟ راهی نمونده. اگه بگیرنم زیر شکنجه ممکنه زیر زبرشون رو لو بدن. آخر خطه، از این اونورتر نیست. یه چیز دیگه هم هست که میخوام بهت بگم. میدونم باور نمیکنی، حقم داری. از یه جایی به بعد دیگه بازی نبود واسم، منم گیر افتادم، بد جور گرفتارت شدم، یه جوری که تا حالا اینجور قلبم گروم گروم صدا نکرده بود. وقتی اسمت میومد انگار یه گردم پا میکفتن تو دلم. با من بیا فرهاد، اسفندیاری هم راضیه، چراشو نمیدونم ولی راضیه. کجا بیام؟ چرا بیام؟ میرم یه جای دور، یه زندگی جدید میسازیم با هم، میشم رویا، آذر رو چالش میکنیم واسه همیشه. سخته. من خوشبختت میکنم، هر کاری بخوای برات میکنم. نبوده تا حالا کسی رو اینجوری بخوام. نمیتونم بیام. شاید اگه طوری دیگه آشنا شده بودیم، یا دلم اومدن نیست. هنوز باورم نداری؟ نه، باشه، گفتم این بازی قربونی داره، اونم منم. شاید یه وقت دیگه، یه وقت دورتر، اگه ما تقدیر هم باشیم، باز گذرمون به هم میافته. رویای قشنگی واسه آذر بیچاره تو شبای تنهاییش که نمیره از دلتنگ. از این بعد دیگه حوصله هیچی رو ندارم جز فکر کردن به تو، جدا افتادن از کسی که دوستش داری. جهنمی بزرگتر از این تو زندگی میشناسی؟ آسمون آبی گرفت، وقت رفتن، دنیا نکرد سر، آسمون آبی گرفت.
بودم بی تو میمیرم، ولی این بار نه. گفته بودی عاشقم هستی، ولی انگار نه. هرچه گویی دوستت دارم، جز تکرار نیست. خوب نمیگیرم به این تکرار توتیوار نه. تا که پابندت شدم از خیش میرانی مرا، دوست دارم همدمت باشم، ولی سربار نه. قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان، بار دیگر می کنم خواهش، ولی اصرار نه. گه مرا بز بیزنی، گه باز پیشم می کشی، آنچه دستت دادم نامش دل از افسار نه. آسمون آری گره، دنیا نکرد سد، آسمون آری گره، دنیا نکرد سد. ما چه تا دل خوش کنم، لای همه بر، لای همه بر. می روی اما خودت هم خوب میدانی عزیز، میکنی گاهی فراموشم، ولی انکار نه. سخت میگیری به من با این همه از دست تو، میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه. گه مرا بز میزنی، گه باز پیشم میکشی، آنچه دستت دادم نامش دل از افسار.